سلام، پریسا ارسنجانی هستم. به کانال من خوش اومدید. تو این جلسه حرکت جدیدی که یاد میگیریم اسمش هست ایکا پادا کوندینیاسانا 1 و توی انگلیسی همون اسمو معمولا براش به کار میبرن یا میگن twisted one legged arm balance pose و توی فارسی که میشه حرکت تعادلی چرخشی یک پا. و اگر اولین بار هست که در این کانال هستید، لطفاً ویدیوهایی که توی پلیلیست ها دسته‌بندی شدن رو چک کنید و خیلی ممنون میشم اگه به کانالم سابسکرایب کنید. همچنین اگر دوست داشتید خیلی خوشحال میشم که در کانال تلگرام، اینستاگرام و تیک تاک با من همراه باشید. خب، حرکتی که تو این جلسه یاد میگیریم یک حرکت تعادلی هستش و همچنین به قدرت خیلی زیادی توی دستا نیاز داریم و برای انجام این حرکت باید عضلات شکممون رو هم منقبض کنیم و اگه نتونستید با حرکت اصلی پیش برید، حتما با گزینه‌های راحت تمرین کنید تا به بدنتون آسیبی نرسه. و این حرکت هم کلن بیسش خیلی همون شبیه حرکتیه که تو جلسه قبل آموزش دادم و همونطور که توی جلسه قبل هم گفتم، تمام این حرکات بیسشون دقیقا مثل حرکت چاتورانگا هستن و اگه بتونید اونو به درستی انجام بدید، این رو هم میتونید حرکتشو حداقل به درستی پیش برید اگرم نتونید حرکت اصلی رو انجام بدید. خب، و من اینجا بلاک رو هم آماده کردم برای گزینه راحت که بهتون بگم. برای اینکه این کار رو انجام بدیم و همچنین به چرخش توی قسمت ستون فقرات هم نیاز داریم و برای انجام دادن این حرکت ما به شکل‌های مختلفی میتونیم به این حرکت بیایم که گزینه‌هاش هم بهتون میگم. یکی اینه که میتونیم از حرکت قله شروع کنیم که این یه مقداری شاید سخت باشه، راحت‌ترش رو هم بهتون میگم. من اول حرکت رو نشونتون میدم. اینه که با یک دم اول پای راستم شروع میکنم، پای راست رو بالا ببریم و بعدش پا رو بیاریم به این شکل داخل شکم، زانو رو خم کنیم و بعد چرخش توی ستون فقراتمون ایجاد کنیم و بعد پا رو به این شکل، زانو رو بذاریم روی دستامون و پا رو به سمت جلو کشش بدیم و پای عقبی رو از رو زمین بلند کنیم. این حالت اولش بود که یه کمی سخته، یعنی حداقل برای خود من سخت‌تره و همونطور که گفتم باید عضلات شکم کاملا منقبض بشن. مدل دومش اینه که دم پای راست که بلند می‌کنیم، پای راست رو به این شکل بیاریم بذاریم روی زمین بیرون دست چپمون، بعد اینجا زانوی چپ رو رو زمین بذاریم، حرکتمون رو تنظیم کنیم، یعنی کامل این فرصت رو داشته باشیم که پا رو روی دستامون به درستی تنظیم کنیم. بعد که زانو رو گذاشتیم روی دستمون، از این برم پامون رو گذاشتیم روی اون یکی دستمون، به سمت جلو بالا تنه رو هل میدیم، پا رو کشش میدیم، بعد پای چپ رو از رو زمین بلند میکنیم و بعد به آرومی برمیگردیم. این از حرکت اصلی بود. من با پای چپ هم بهتون نشون میدم. دم پای چپ بالا، پای چپ به سمت جلو و پای راست رو بلند میکنیم و وزن رو میاریم روی دستا و بعد برمیگردیم. این از حرکت اصلی بود. اگر نمیتونید انجامش بدید، گزینه راحت اینه که بعد از اینکه پاتون آوردید جلو و وزن آوردید روی دستاتون، فقط پای راستتون رو کشش بدید. پای چپ رو لازم نیست از رو زمین بلند کنید. این گزینه اول هستش. گزینه دوم، و من این گزینه اول رو با پای چپ هم بهتون نشون میدم. پای چپ رو که میاریم جلو و وقتی که پا رو کشش میدیم، پای راست رو زمین بمونه، لازم نیست به این شکل بلندش کنیم و بعد برگردیم. فقط در طول تدریس شد من نتونم به راحتی صحبت کنم، چون همونطور که گفتم باید عضلات شکم رو منقبض کنیم و یه مقداری فشار میاد به آدم.
گزینه بعدی اینه که اگه میخواید که پاتونو از رو زمین بلند کنید اما نمیتونید، این بلاک ها رو زیر باسنتون نگه دارید به این شکل. پاتونو اول بیارید جلو، وزنتون رو بیارید روی بلاک، اینجا پاتونو تنظیم کنید روی دستاتون، وزنو بیارید رو دستا، بالا تنه رو به جلو هل بدید، پای چپتون رو کشش بدید، پای راستتون رو هم بلند کنید و بعد به آرومی برگردید. خب این حرکت خیلی کاربردی نیست چون وزن در واقع خیلی میاد روی این آجرها و اون تأثیرش، تأثیر اصلی حرکت ازش کم میشه، اما باز برای شروع مشکلی نداره، میتونید از این گزینه استفاده کنید. یا یه مدل دیگه هم هست، اینه که بلاک رو بذارید عقب و پای عقبیتون رو بذارید روی بلاک به جای اینکه باسنتون رو بذارید. به این شکل اول پاتون رو اینجا تنظیم کنید، زانوتون رو روی زمین بذارید، بعد این یکی پاتون رو بیارید جلو و اینو در واقع روی دستتون تنظیم کنید، بعد دوباره وزن رو بیارید روی دستاتون و این پا رو کامل کشش بدید، بعد به آرومی برگردید. همینو من با پای راستم هم نشونتون میدم. پای چپ رو میذارم روی بلاک، پای راست رو میارم جلو، وزن رو میارم روی دستام، پای راست رو کشش میدم، پای چپ روی بلاک میمونه و بعد به آرومی برمیگردم. اینم از گزینه های راحت بود. اگرم بعدش دستتون درد گرفت بعد تمرین، میتونید مچ دستتون رو تکون بدید و عضلات بخش مچ دستتون رو ریلکس کنید. خب اینم از ویدیوی امروز و طبق معمول این تدریس رو با یک جمله الهام بخش از اکارت تول پایان میدم. زمانی که هر اتفاق بدی برایت رخ میدهد، یک درس عمیقی در آن نهفته است، با اینکه شاید در آن زمان متوجهش نباشی. ممنونم از وقتتون و اینکه با من همراه بودید. اگر سوالی داشتید حتما در قسمت کامنت بپرسید و همچنین ممنونم از کامنت های پرمهرتون و اینکه ویدیوهای منو لایک و شیر میکنید و به کانالم سابسکرایب میکنید. هفتگی ویدیوهای در زمینه موضوعاتی که توی پلیلیست ها دسته‌بندی شدن خواهیم داشت. منتظر ویدیوهای بعدی من باشید. خدا نگهدار.